اگه در ماهای پیش با ما بودید میدونید که ما غلاطیان رو داریم با هم نگاه میکنیم. غلاطیان صفحه 1528 فکر میکنم تو این 21 صفحه 1521 ما امروز غلاطیان 5 رو با هم تموم میکنیم. دوستانی که نتونستن هر هفته با ما باشن که عده زیادی هم هستن که هر هفته نمیتونن با ما باشن بر دلایلی، اگه خیلی دوست داشتن میتونن دنبال کنن این موعظات رو در یوتیوب. اگه دوست داشتین میتونن بچه های خود من شما رو کمک کنیم که اونا رو برید و پیدا کنید. امروز میخواییم با هم از آیه 19 تا آخر آیه 26 رو با هم نگاه کنیم که قسمت خیلی معروفی هستش. چیزی که وجود داره که من فکر میکنم هر کسی که وارد مسیحیت میشه و ایماندار واقعی هستش اولین چیزی که باش برخورد میکنه این کشمکش جسم هستش، اون گناهی هستش که در زندگی خودش انجام میده خواسته یا ناخواسته. اینکه همیشه وقتی که خدایی رو ما در نظر میگیریم و بعد یک کاری میکنیم که میدونیم این خدا دوست نداره، یک حال بدی به ما دست میده. و برای یک مسیحی و کسی که به خون مسیح خریداری شده و خودش رو فرزند خدا میدونه، طبیعتاً این خیلی ناراحت کننده هستش. ما هفته پیش صحبت کردیم که ما ممکنه که بیایم و این رو شریعتی کنیم و به خاطر مذهب و شریعت نخواهیم یک سری کارهای خوب رو انجام بدیم، و یک سری هم هستن که از دنیا اصلا براشون مهم نیست که این کارهای بد رو انجام میدن، اصلا خدا رو قبول ندارن و این آزادی که دارن رو اتفاقا دارن برای ارضای نفس ازش استفاده میکنن. ولی گروهی هستن که به اونها میگن فرزندان خدا، مسیحای واقعی، کسانی که براشون اتفاقا مهمه که درست زندگی کنن در این آزادی، مهمه که این آزادی رو اتفاقا بیان و ازش استفاده کنن، خودشون رو اتفاقا خادم خدا بکنن. و اونجور که دیدیم پولس صحبت کرد که این آزادی که امروز ما داریم برای خدمت به خدا و خدمت به خلق خداست، که ما باید در روح از توسط ایمان محبت کنیم نسبت به هم دیگه، که این میشه اون انجام شریعت. بعد از اینکه ما نگاه کردیم تا آیه 15 را، آیه 16 تا 18 رو با هم نگاه کردیم که این قسمت داره میگه که یک به روح رفتار کنید، چون اگه به روح رفتار کنید تمایلات جسم رو ندارید، و بعدش میگه که این روح و جسم با هم همش در تضاد و جنگن، چیزی که روح میخواد جسم نمیخواد، چیزی که جسم میخواد روح نمیخواد. و بعدش نگاه کردیم که بعد از اینکه هر دو بر ضد هم هستن در آیه 18 که اگر کسی از روح هدایت بشه اون موقع دیگه زیر شریعت نیست، چون اگر روح شما رو داره هدایت میکنه روح شما رو به قداست هدایت میکنه، و وقتی شما اعمال محبت آمیز رو انجام بدید این محبت عملا شریعت رو انجام داده، پس زیر شریعت نیستید. ولی اینکه ما چطور میتونیم زندگی پاکی داشته باشیم، اینکه چطور ما میتونیم در این آزادی که هستیم اتفاقا مقدس زندگی کنیم، میتونه سوال خیلی مهمی برای مسیحا باشه. چیزی که امروز با هم میخوایم نگاه کنیم زندگی در روح هستش، اون کاری که هیچ وقت شریعت نمیتونست برای ما برمقام بیاره. اینکه ما وقتی که یهودیان رو نگاه میکنیم در این قسمت غلاطیان، وقتی که پولس میاد میگه دیگه شریعت لازم نیستش، دیگه لازم نیست شریعت باشه، و یهودیان خیلی ناراحت شدن. چرا؟ چون فکر میکردن که ما شریعت رو احتیاج داریم تا گناه نکنیم. اینا فکر میکردن که مانع شریعته، چیزی که از گناه بخواد جلوگیری کنه اون شریعته، چون شریعت میگه این کارا رو نکن، اگه بکنی چوب الهی میاد به سرت، مجازات میاد، ترس میاد، و این جلوگیری میکرده از گناه کردن. و به پولس میگفتن نباید تو شریعت رو برداری، ولی پولس اتفاقا میگه که شریعت هیچ کاری برای ما نمیتونه بکنه، مذهب هیچ کاری نمیتونه برای ما بکنه، و چیزی که معرفی میکنه میگه روح خدا فقط میتونه شما رو کمک کنه تا پاک باشید، تا بتونید امیال جسمانیتون رو بکشید. چیزی که در کولسیان فصل 3 آیه 5 تا 8 هم به ما گفته میشه همینه، که ما امروز باید افعال این جسم رو بکشیم. و به کتابی من اشاره کردم هفته پیش از جان اوئن، یکی از راستینان قرن 17 هم، که در رابطه با همین قتل جسم صحبت میکنه که ما امروز باید افعال جسممون رو بکشیم. ما میدونیم که استانداردی وجود داره که یک استاندارد الهی هستش، و هیچ کدوم از ما نمیتونیم به این استاندارد برسیم، و همش با خودمون درگیریم که چرا من نمیتونم اون آدم خوبه بشم، چرا من نمیتونم حسادت نکنم، چرا من نمیتونم این گناه رو دیگه نکنم، چرا من نمیتونم یه شخصیتی بشم که خیلی مقدس و پاک باشه. هیچکی نمیتونه به اون استاندارد برسه، هیچکی نمیتونه مثل خدا محبت کنه یا مثل خدا ببخشه
یا اینکه همیشه شاکر باشه، همواره در دعا باشه، فروتن باشه. اینا چیزایی که ما در کلام خدا میخونیم، ولی وقتی در خودمون نگاه میکنیم میبینیم که یک جاهایی، یه روزایی، یه موقعهایی که خیلی از نظر روحانی بالا هستیم، یک کم تازه مثلا ما میتونیم شکرگزار باشیم، در دعا باشیم، فروتن باشیم، ببخشیم. ولی کلام خدا یک استانداردی برای ما میذاره که ما رو میاد با مسیح مقایسه میکنه. میگه شما باید محبتتون مثل مسیح باشه. پولس میگه شما باید مثل من رفتار کنید. و هم پولس و هم مسیح استانداردهای خیلی بالایی هستن، ولی مسیح یک استاندارد الهی هستش. ولی خبر خوبی که اینجا پولس به ما میده در غلاطیان اینه که میگه فقط و فقط در روح خدا شما میتونید یک سری تغییرات روحانی در خودتون ببینید، تغییراتی که شریعت هیچ وقت نمیتونسته به شما بده. ما هیچ وقت نمیتونیم با شیطان خودمون مقابله کنیم، چون ما یه دشمنی داریم به نام جسم، یه دشمنی داریم به نام شیطان و دنیا که داره از این سیستم دنیا و سیستم جسم استفاده میکنه برای ما تا بر علیه روح خدا باشه. هیچ وقت ما نمیتونیم در برابر این قدرت خودمون مقابله کنیم. ما احتیاج داریم به روح خدا. در افسوسیان اگه خاطرتون باشه، ما قبل از غلاطیان موضوعات افسوسیان رو داشتیم. افسوسیان 6 به ما گفت که شما در یک جنگ روحانی هستید، و در آیه 15-16 بود فکر میکنم که گفتش که در خداوند قوی باشید. ما باید در روح خدا قوی باشیم اگر هم بخواییم به جنگیم، به خودی خودمون نیستش. و این در روح بودن، در روح رفتار کردن، احتیاج به روح و لازمه روح خدا در یک مسیحی چیز جدیدی نیستش. در عهد جدید بسیار صحبت شده، نمیدونم حالا عددش دقیقا چقدره، بسیار بسیار صحبت شده که یک مسیحی باید در روح زندگی کنه نه در جسم. یک مسیحی اگه بخواد رشد کنه، یک مسیحی اگه بخواد به بلوغ روحانی برسه، یک مسیحی اگه بخواد جسمش رو بکشه، باید در روح باشه. و این بارها و بارها تکرار شده، این لازمه مسیحی که راه بره با خدا. و دیدیم که هفته پیش وقتی که ما صحبت میکنیم که به روح رفتار کنید، یعنی این که ما در با روح خدا راه بریم، نه در روح خدا بلکه با روح خدا. یعنی خدا داره یک جای میره، روح خدا یک مسیر رو میره، و ما تنها کاری که میکنیم اینه که ما همراه بشیم با روح خدا، که احتیاج به اطاعت هستش، که حالا وقتی که برسیم راجع به صحبت خواهیم کرد. در افسوسیان 4:1 آیه بسیار زیبایی وجود داره که برای فرزندان خدا مهمه که یک بار دیگه این رو بشنوند. میگه پس من به خاطر خداوند در بندم، پولس داره این رو میگه، میگه از شما تمنا دارم که به شایستگی دعوتی که از شما به عمل آمده است رفتار کنید. فرزندان خدا باید نسبت به اون چیزی که خدا ازشون خواسته رفتار کنن. امروز اگر ما مسیحی هستیم، خودمون رو فرزندان خدا میدونیم و ادعا میکنیم که مسیح هستیم، باید طبق ادعامون رفتار کنیم. بعضیا مذهبی میشن، بعضیا شریعتی میشن، بعضیا سعی میکنن که اگر یک روزی یک کسی منو یه جایی دید در خفا، منو در حال کلام خوندن ببینه، اگه یکی اومد در خونه من در زد، من بیام بگم آه برادر من همین الان در دعا بودم، من در روزه و دعا هستم. فکر میکنن که اینها هستش که میتونه اون شخص رو روحانی نشون بده. ما مفصل راجبش صحبت کردیم که در غلاطیان اتفاقا اعمال جسمانی ما نیستش که ما رو روحانی میکنه، و ما نمیتونیم با این کار رو امتیاز از خدا کسب کنیم. ما اگر از روح خدا هدایت بشیم و روح خدا در ما باشه، اون موقع ادعایی که میکنیم من مسیحیم در ما عملا داره میوه میاره، در ما اون ثمره‌ای که خدا میخواد رو میاره و دیگران میبینن. و اونجا مسیح میگه که اتفاقا نور جلال منو از شما میبینن و زندگی شما زندگیه که پر از میوه ها و برکات نیکو هستش. اون موقع دیگه احتیاجی نیستش که من بخوام ادای مسیح رو درارم، احتیاج نیستش که من بخوام برم یه جا کارت بزنم یا من بخوام اعلام کنم که کاری کردم برای خدا. چیزی که در یوحنا اول یوحنا فصل 2:6 ما میخونیم، میگه که آن که میگوید در او میماند باید همان گونه رفتار کند که عیسی رفتار میکرد. پس میبینیم که ما چقدر این استاندارد بالا هستش. یک مسیحی باید جوری رفتار کنه، طوری زندگی کنه که مسیح زندگی میکرد و رفتار میکرد.
و همه ما که امروز اینجا هستیم باید بگیم که ما نمیتونیم این کار رو انجام بدیم. هیچکی نمیتونه. چون اگه امروز من ادعا کنم که من در روح دارم زندگی میکنم، اگر من مثل مسیح دارم زندگی میکنم، اون موقع من دارم در کمال فروتنی زندگی میکنم. اون موقع من در پاکی و قداست دارم صحبت میکنم، همونطور که رومیان 13:13 میگه. اگر در روح رفتار کنم، در ایمان دارم زندگی میکنم، در نیکوکاری، در حکمت، در حقیقت، در اتحاد و محبت دارم زندگی میکنم. و این همواره است، این مداومه. چند نفر از ما میتونیم واقعا این رو بگیم که من واقعا دارم مثل مسیح در تمام این قسمت ها دارم زندگی میکنم؟ هیچ کس نمیتونه متاسفانه این کارا رو بکنه. ولی خبری که من زود به شما بدم قبل از اینکه خیلی ناراحت بشید اینه که در دوم قرنتیان 6:16 خلاص اینطور میگه، میگه چنان که خدا میگوید بین آنها سکونت خواهم گزید و در میانشان راه خواهم رفت و من خدای ایشان خواهم بود و ایشان قوم من خواهند بود. چیزی که امروز ما میبینیم که نمیتونیم داشته باشیم، امروز مسیح برای ما به ارمغان میاره. مسیح زمانی که داشت میرفت روی صلیب به شاگردانش گفتش که مضطرب نشید، من شما را یتیم نمیذارم و میگه من روحم رو به شما میدم. روحی که امروز ما راجع بهش صحبت میکنیم که باید در او رفتار کنیم، با او زندگی کنیم، با او راه بریم، روح مسیحه، خود مسیحه. امروز مسیح با ماست در روح خودش، با تک تک ماست و روح در ما سکونت داره و خدا میگه اینها نمیتونستن اونطور زندگی کنن ولی من میرم باشون زندگی میکنم، اون موقع میتونن قوم من باشن. ما نیستیم که امروز کار میکنیم، شریعت نیستش، یک چیز بیرونی نمیتونه بیاد ما رو عوض کنه، یک چیز درونی لازمه که ما رو عوض کنه و اون فقط روح خداست که میتونه ما رو عوض کنه. پس اگه من بخوام زندگی مقدسی داشته باشم، اگه من بخوام مثل پولس، مثل عیسی مسیح زندگی کنم، نمیتونم برم یک سری کارهای مذهبی و شریعتی و یک سری باکس ها رو بخوام تیک بزنم. باید با روح حرکت کنم، باید جایی که روح خدا هدایت میکنه در اونجا من حرکت کنم. خیلی ها ممکنه فکر کنن که، و خیلی ها میدونم که این فکر رو میکنن که زمانی که ما صحبت میکنیم که روح خدا اگر در شما هستش پس روح خدا شما رو هدایت میکنه و این فکر به وجود میاد اتوماتیک خواسته یا نخواسته که پس فقط من لازمه که روح رو داشته باشم. پس اگر روح خدا در منه، تسالونیکیان هم فکر میکنم همین رو میگه 5:18-19 که میگه که خدا خود خدای سلامتی شما رو بالکل مقدس میگرداند، یا فکر میکنم در فیلیپیان 1:6 هستش که میگه که آن که در شما کار را شروع کرد خودش به اتمام میرسونه. خیلی ها میگن پس اگر روح خدا در من کار را شروع کرده خودش هم به اتمام میرسونه، پس من دیگه کاری ندارم بکنم. ولی میدونیم که اینجا صحبت کردیم که حکمی به ما داده میشه که ما به روح رفتار کنیم، یعنی ما وظیفه‌ای داریم که باید انجام بدیم، ولی وظیفه شریعتی نیستش. با هم نگاه کنیم میدونیم که وظیفه ما صرفاً اطاعته. یعنی خیلی از مسیحا امروز هستن که صدای خدا رو میشنون، هدایت روح خدا رو دارن، چون که گفته شد در کتاب مقدس، با هم نگاه کردیم که کسانی که از روح خدا هدایت میشن کیانند؟ فرزندان خدا هستند. کسانی که از روح خدا هدایت میشن مسیحی هستند. یعنی یک مسیحی، همه مسیحی ها، مسیحی واقعی از روح خدا دارن هدایت میشن، ولی همه مسیحی ها از روح خدا اطاعت نمی کنن، جایی که هدایت میکنه نمیرن و مسیحی ها هستن که گناه میکنن. مسیحی ها بله به جسم رفتار میکنن و چیزی که ما در کتاب مقدس دیدیم، در کلیساها و امروز هم دیدیم همینه که ما به جای اینکه وظیفه خودمون رو بشناسیم، جایی که روح خدا داره هدایت میکنه ما پیروی کنیم که اون اطاعتمون هستش، ما داریم خیلی جا بر خواسته جسمانی خودمون رفتار میکنیم. محمد جان حواست باشه شما. چیزی که ما در غلاطیان میبینیم که راجب روح هستش و مفصل راجب صحبت کردیم، ما باید بدونیم که این روح همونجور که در آیه اگه نگاه کنی، 17 نگاه کنی، برخلاف جسم داره عمل میکنه. روح مانع گناه کردن میشه و امروز میخوایم نگاه کنیم که این روح ثمرات و میوه هایی داره که ما بهش میگیم میوه روح. اگه امروز شما روح خدا رو دارید، گناه هیچ مشکلی نخواهد بود برای شما. شما میتونید بکشید این اعمال گناه آلود رو.
شما میتونید که از این اعمالی که دوست ندارید رها بشید و پاک بشید، چون خدا در شما، شما را به سمت قداست هدایت میکنه و شما باید فقط اطاعت کنید. حکمی که برای ما امروز هستش همینه که ما باید راه بریم. اگه قرار نبود ما این راهی بریم، اگه قرار بود که روح خدا همه کار رو انجام بده، دیگه حکمی نبود. در افسوسیان 5:18 آیه معروفیه که با هم خوندیم، چی میگه؟ هر کی بگه نه نمیخواد، میگه که اولشو بگم همه تو متوجه میشید، میگه که مست شراب مشوید بلکه مست روح شوید. نمیگه البته مست روح شوید، میگه از روح خدا پر شوید، تقریبا همونه. و نتیجه این پری رو ما با هم ماها پیش نگاه کردیم که اگر ما از روح خدا پر بشیم، مزامیر میخونیم برای هم، سرود میخونیم، خوشحالیم، شکرگزاری میکنیم، و این پری روح در زندگی ما تأثیر میذاره. در روابط زناشویی نگاه کردیم، در روابط فرزندی و بین فرزند و والدین، و بین در کار بین غلام و ارباب کار میکنه. پری روح باعث این میوه ها میشه، پری روحی که همون حرکت با روح خداست. و در کولسیان که خیلی اونایی که خوندن کتاب مقدس رو میدونن، کولسیان افسوسیان خیلی شبیه همه، و در کولسیان هم همینطوره. در 3:6-3:16 میگه کلام مسیح به دولتمندی در شما ساکن شود، و بعد از اینکه کلام مسیح در ما به دولتمندی ساکن میشود، همین اتفاق دوباره میفته. ما شکرگزاری میکنیم، روابط زناشویی رو اونجا پولس صحبت میکنه، روابط فرزند و والدین رو میگه و اربابان رو میگه. نتیجه این دو عمل یکیه، پری روح القدس یه نتیجه داره، سکونت کلام خدا در من یه نتیجه داره. یک معادله بسیار ساده، یعنی اینکه پری روح خدا و سکونت کلام خدا یک رابطه تنگاتنگی با هم دارن. چون ممکنه من الان سوال برام به وجود بیاد که خب من روح خدا رو میخوام، یا این پری روح به چه شکل انجام میشه در من که من بتونم هدایت این روح رو داشته باشم. چون خیلی هم ممکنه فکر کنن که روح خدا الان بر منه و میگه مثلا این یک صدای نویگیتوره و میگه که مثلا 200 متر دیگه میپیچی سمت چپ، مثلا 200 متر دیگه یه گناهی میاد جلو چشت، چشتو ببند. اینجوری کار نمیکنه روح خدا. روح خدا از طریق کلامش با ما کار میکنه. یعنی اگر پری کلام خدا در من باشه و من کلام خدا رو بدونم، اون موقع میدونم که هدایت خدا برای من چیه. یک واعظی میگفتش که من چون کلام خدا رو اینقدر میدونم، برام سخت گناه کردن، چون گناهی که میخوام انجام بدم قبل از اینکه انجامش بدم 15 تا آیه اومده تو ذهنم و این یعنی پترن ذهنیش عوض شده. یعنی ذهنی که از کلام خدا خالیه، وقتی که با یک موقعیت گناه مواجه میشه، تمام ذهنیتش و اون سلسله مراتبی که او رو متقاعد میکنه برای انجام گناه همیشه جسمانیه و سریع جسم او رو میاره متقاعد میکنه و عمل انجام میشه. ولی ذهنی که پر از کلام خداست مواجه میشه با اون شرایط، ولی چون از کلام خدا پره، روح خدا خیلی بلند باهاش صحبت میکنه از طریق همون کلامی که یک بار شنیده، و اون آیات مثل همون شمشیرهای کوچک در ذهن او کمک میکنن تا در این جنگ روح و جسم به جنگ و خیلی موقع پیروز بشه. این هدایتیه که روح خدا انجام میده برای ما. پس چطور ما از روح پر میشیم؟ چطور هدایت میشیم زمانی که از کلام خدا پر میشیم؟ چون مسیر ذهنی ما و فکری ما باید عوض بشه، از جسم باید به سمت کلام و روح خدا بیاد. در کولسیان 2:6-7 میگه پس همان گونه که مسیح عیسی یه خداوند را پذیرفته اید، در او سلوک کنید، راه برید. آیه 7 میگه در او ریشه گیرید و بنا بشید و همان گونه که تعلیم یافته اید در ایمان استوار شده لبریز از شکرگزاری باشید. راه رفتن با روح یه عمل عجیب غریبی نیستش که شما فکر کنید که یک سری آدمای خیلی خاصی فقط اون رو دارن که به یک زبانهایی صحبت میکنن، یک قیافه‌هایی دارن، یک لباسهای خیلی خاصی میپوشن، 10 تا کلیسا میرن، صبح تا شب دارن کلام رو میخونن. به سادگی کلام خدا میگه راه رفتن با روح همین ریشه کردنه در کلام، تعلیم و ایمان. و روح خدا در ما ساکنه و این روح خدا که در ماست از همین کلام استفاده میکنه تا ما رو هدایت کنه.
همه مسیحیان ولی متاسفانه از این روح پیروی نمی کنن. و این نکته ایه که همه ما باید به او واقف باشیم که به عنوان فرزندان خدا اگر صدای روح رو توسط کلام و هدایت اون رو میشنویم اطاعت کنیم. وظیفه ما اینه که اطاعت و پیروی کنیم. نکته بعدی اینا هم مقدمه است، یکم دیگه بریم وارد آیات 19 به بعد میشیم به امید خدا. نکته بعدی قبل از اینکه بخوایم بریم این بود که وقتی که ما در روح خدا زندگی میکنیم دیگه به هیچ شریعتی لازم به هیچ شریعتی احتیاج نداریم و این مهمه برای یک مسیح بدونه که هیچ وقت زیر هیچ شریعتی خوش قرار نده دیگه اگه از روح داره هدایت میشه. ما نه زیر شریعتیم، نه زیر قدرت این شریعتیم، نه زیر مجازات این شریعتیم. خیالمون راحته که زیر شریعت نیستیم. کاری که باید بکنیم پیروی از این روح و هدایتی که ما را انجام میده. ولی در آیه 19 به بعد که امروز میخوایم با هم نگاه کنیم، آیه 19 تا 26 به ما اعمال جسم و عمل روح رو نشون میده و پولس به نوعی داره میگه که حالا شما اگه میخواییم ببینید واضح که کسی که در روح رفتار میکنه چه جوریه و کسی که در جسم رفتار میکنه چه جوریه و ببینید که کدوم رو شما دوست دارید و میپسندید، میگه براتون لیست میکنم، زندگی در جسم یا زندگی در روح کدوم رو شما میپسندید. آیه 19 رو اگه من نگاه کنید خیلی حتی ترسناکه ولی میخونیم با هم. آیه 19 میگه اعمال نفس یا جسم روشن است: بی‌عفتی، ناپاکی و هرزگی، بت‌پرستی و جادوگری، دشمنی، ستیزه‌جویی، رشک، خشم. چه رشکی گفت؟ رشک؟ رشک هم میگن. خشم، جاه طلبی، نفاق، دستبندی، حسد، مستی، عیاشی و مانند اینها. یعنی فکر نکنید فقط همین هاست، چون پولس در آخرش میگه و مالند اینها، یعنی خیلی بیشتر از اینها هستش که اگه کسی دوست داشت میتونه بره رومیان فصل 1 آیه 29 تا 31، دوم قرنتیان 12 20 و 21 هم بخونه، چون که لیستای دیگه هم هستش. لیست به اینجا بسنده نمیشه و با این یک سری چیزهایی که پولس اینجا در راجب اشاره میکنه و در نهایت میگه چنان که پیشتر به شما هشدار دادم باز میگویم که کنندگان چنین کارها پادشاهی خدا را به میراث نخواهند برد. صحبتی که خیلی مهمه فکر میکنم اینجا بشه صحبت شخص مسیحه که در مرقس 7:20 صحبتی میکنه عیسی مسیح. اونجا میگه آنچه از درون آدمی بیرون میآید او را نجس میسازد. چیزی که ما در کلام خدا میبینیم همینه که ما لازم نیست خیلی اعمال رو حتی انجام بدیم و کارهایی که میکنیم رو باید بدونیم که اینها اعمال درون ما و جسم ما هستن و انسان فقط در اعمال خودشه که میتونیم خود واقعیش رو ببینیم و نشون بده، وگرنه فکر گناه همیشه هست. خیلی از موقع انسانهایی که ما میبینیم که عملی ندارن، گناهی ندارن رو ما نمیتونیم بگیم خب این سری کارها رو نکرده پس حتما آدم مقدسیه، چون که مسیح میگه درون مهمه. عیسی مسیح میگه اگه شما فکر بکنید اونجا گناه رو انجام دادید چون شما موقعیتش رو نداشتید. اگه موقعیتش رو داشته باشید این فکر رو به عمل تبدیل میکنید. برای همین اعمال جسمی که اینجا ما میبینیم نتیجه اون سقوطیه که ما دیدیم از ابتدا و این سقوط باعث شده که درون ما بد بشه و لزوماً اعمال ما ممکنه اینایی که دارین شما میخونین بگین خب من اینجا مثلا این کار رو نمی کنم، جادوگری نمی کنم، مثلا اینا رو ندارم، ولی بدونید که درون شما هست همه اینها و موقعی که موقعیتش باشه همه ما قابلیت انجام این اعمال جسم رو داریم. ولی ما میدونیم که در زندگی خیلی از موقع تصمیماتی ما میگیریم، انتخابهایی میکنیم که بر اساس این گناه و جسم و دنیا هستن، ولی بعد از اینکه آسیب میبینیم و انجام میشه دنبال مقصر میگردیم تازه، یا خدا رو مقصر میکنیم یا کسی دیگر رو مقصر میکنیم. برای ما بعد اولین چیزی که هستش بدونیم که این اعمال جسم در همه ما هستش، از ما هستش، از درون ما هستش و ما ایم که انتخاب میکنیم.
توی این لیست میخوایم بهش اشاره کنیم اینه که این لیستی که پولس داره میده خیلی از مفسرین اون رو که منم خیلی موافقم باش به چهار دسته تقسیم کردن، که دسته اول اون گناهان جنسی هستش که اینجا بهش اشاره شده، گروه دوم اون گناهان مذهبی هستش که بهش اشاره شده، گروه سوم گروهی هستش که یعنی گناهانی هستش که در اجتماع و در روابط اجتماعی ما هستش، و گروه آخر گروهی هستش که ما با ماده گناه میکنیم. که اگه باشه با من بیاین سریع نگاه کنین، قسمت اول گناهان جنسی که این جسم داره، اون بی‌عفتی که اینجا ترجمه میشه که حالا همون زنا هستش در یونانی اصلیش، که بخوایم حالا اون اولی رو اصلا زیاد بهش نپردازیم چون اون صحبتی که در آیه 19 میشه بی‌عفتی، ناپاکی و هرزگی، از کلمه میاد خیلیاتون باهاش آشنا هستین، پورنیا، که کلمه پورنوگرافی ازش میاد، که تمام اون روابط جنسی هستش، نامشروع جنسی هستش، که خیلی وسیع در کلام خدا راجعش صحبت شده که هر نوع از این هستش. حالا نمیخوایم اینو زیاد باز کنیم، راجعش فکر کنم قبلا صحبت کردیم که هر نوعی باشه که اون رو این بی‌عفتی خطاب میکنه. و ناپاکی که بعدش اشاره میکنن در همین کاتگوری و گروه هستش، چون این ناپاکی اشاره‌ای که میکنه در زبان اصلیش به اون ناپاکی فکره، یعنی اون فکری که پشت این عمل بد جنسی هستش، یعنی فکری که در ذهن است ناپاکه که بعد به عمل زنا تبدیل میشه. و بعدش هرزگی هستش که بهش اشاره میکنه، که میشه گفت نهایت این گناه هستش، که دیگه هیچ شرمی نداره، که دیگه هیچ براش مهم نیستش و داره این عمل رو انجام میده و به نوعی داره بدون شرم و حیا هم این کار انجام میده. یک زمانی ما درباره یک چیزایی اگه خاطرتون باشه اصلا رومون نمیشد حرف بزنیم، ولی امروز در تلویزیون در جوامع مختلف خیلی قشنگ داره پخش میشه و میبینین که از کجا به کجا دنیا داره همینجوری در جسم میره جلو و این هرزگی که در دنیا وجود داره چقدر بدون هیچ شرم و چیزی هست. امروز ما یک زمانی واقعا راجع به همجنسگرایی همین صحبت ها نمیشد. 100 سال پیش، 200 سال پیش خیلی ها راجع به این قضایا حرف نمیزدن، ولی امروز تبدیل شده به یک حق، تبدیل شده به یک چیزی که در دنیا انقدر راجع به صحبت میشه. پس این گناهانی که در جسم وجود داره، اولین قسکرویی که میگه اون روابط نامشروعه که میگه جسمی رو تولید میکنه و در بدترین حالاتش این هرزگی هستش. مراتب گناهانی این صحبت میکنه که مذهبی هن. اگه ما نگاه کنید در رابطه با بت‌پرستی صحبت میکنه و جادوگری، که تمام این اتفاقا در مذهب میفته، که ما خیلی همون باهاش آشنا بودیم. مذهب تماماً توسط تلاش انسانی به وجود میاد، که حالا در بهترین نوعش میبینیم که انسانها رو پرستش میکنن به جای خدا، و به هر نوعی ما مذهب رو نگاه کنیم یک نوع بت‌پرستیه، و بت‌پرستی یعنی که هر چیزی رو ما جای خدا بذاریم و بپرستیمش. و این بت‌پرستی که امروز در مذاهب ما میبینیم به روشنی مشهوده، هیچ که خدا رو نمیپرسته، همه بیشتر دارن جوانب رو میپرستن، اشخاص رو دارن، انسان رو میپرستن، و این جسمه، و جسمیه که مذهب رو به وجود آورده. و بعد جادوگری که صحبت میشه، حالا در کلمه اصلی یونانیش اون کلمه یه که در انگلیسی دارو رو میگیرن، دراگ رو میگیرن ازش، چیزی که در قدیم، حالا میدونم میدونی یا نمیدونی، تمام اون قسمتهایی که حالا اون چی میگن به اونا، ویچکرافت ها، که جادوگری میکنن، خانومای عجوزه ها، که اونایی که سری کارهای یه دونه از این توپ سفیدا دارن دستشون اینجوری میکنن، همین عجوزه میگن؟ نه، یه چیزی اسم جالبی دارن، ساحره، بس بزنی برایشون. و تمام این کارهای این ساحره ها
توسط همین داروها بوده انجام می‌شده، یعنی داروهایی بوده که بوده و برای همین اسمی که برای اینا گذاشته بودن همین بوده که در نهایت هم الان کلمه داروخونه رو ازش می‌گیرن در زبان انگلیسی. یعنی زمانی که ما جسم رو می‌بینیم که در نهایت به خاطر اینکه مذاهب بت پرستی رو بیارن وارد کنه از طریق این جادوگری از این موادی استفاده می‌کنن که حالا مواد میتونه مواد مخدر باشه که امروز هم می‌دونیم که هست، که شیطان پرستان میدونم امیدوارم که نرفته باشید، که امروز هم در قرن 21 گروه هایی هستن که دارن از همین ماده ها استفاده میکنن، حالا به سحر و یه سری جادوگری میکنن و یک سری موادیه که یا الله بخوام به یه توهمی برسونن کسی رو یا توسط این ماده بخوان یک اتفاقی رو صورت بدن. این هم از جسمه. و قسمت بعدی که ما میبینیم در حالت روابط اجتماعی هستش، که دشمنی، که این دشمنی در نهایت به ستیزه جویی میرسه. اون رشک هر چیزی که هستش در نهایت اون حسادتیه که ما داریم، چون نمیشه گفت حسادت این رشک تو ده خدا من نگاه کردم میگه که حتی اونجا هم نمیگه، فکر میکنم این با حسادت فرقش اینجاست که شما این موقع حسادت میکنی که فلانی فلان چیز رو داره من چرا ندارم، ولی رشک به نوعی ناراحتی از موفقیت این یکیه. نه قبطه میشه همون به نظرم یه جور دیگه، یعنی یه جوری حالا در، یعنی اون چیزی که از یونانی من سعی کردم بیارم بیرون اینه که ناراحتی برای موفقیت دیگران که بعد در نهایت به خشم می انجامد، که ما چیزی شد بین حابیل و قائن دیدیم که به خاطر این همین حالتی که حالا حسادت یا رشک داشت نسبت به حابیل خشمگین شد و خشمش باعث شد که او رو بکشه، و این تماما جسم بود و جسمانی بود. و بعد جاه طلبی، نفاق، دستبندی، حسد و کلمه قتل که نیستش اینجا، در بعضی ترجمه قتل هم اومده. تمام اینها رو زمانی که می‌بینیم اینها جسمه. پس جسم کاری که میکنه دیدیم، ولی نواهی که کار میکنه یک، خود ما رو اذیت میکنه، دو، رابطه ما با خدا رو در مذهب بت پرستی به هم میریزه، سه، روابط ما با دیگران رو هم به هم میریزه، و در نهایت در حالت عیاشی و مستی صحبت میکنه که ما با یه شیعی، با یک مادهی، اون هم دوباره جسمانیه و تخریب میکنه. چیزی که پولس اینجا داره لیست میکنه برای ما، میگه کسانی که اینها در زندگیشون هست دارن جسمانی رفتار میکنن، جسمشون رو دارن اجازه میدن کار کنه. در تمام این قسمت ها جسم داره، چه در رابطه با خدا، چه در رابطه با خود اون آدم، چه در رابطه با روابط اجتماعیش داره صدمه میزنه و ما امروز دور و بر زندگی رو میبینیم. و تمام اینها کسانی که این کارا رو انجام میدن، آیه بسیار خطرناکی که هست، میگه کنندگان چنین کارهایی وارث ملکوت خدا نمیشوند. خیلی از مسیحا میگن که اینجا داره میگه که پس یک مسیحی میتونه ایمان نجاتش رو از دست بده. پس ببین اگه یک مسیحی این کارا رو انجام بده وارد ملکوت خدا نمیشه. یکی از قسمت‌های بود که شخص من خیلی ناراحت، خیلی یعنی به چالش کشیده میشدم که خب من تقریبا نصف همه، آره همه هم، من فکر نمیم کسی باشه اینجا بخواد بگه من اینها رو یکی دوتاش رو انجام دادم، فقط خیلی هاشو میبینیم، چون به نظر من آیه 19 تا 21 آینه ایه که داره خود ما رو به خودمون نشون میده. حالا قتل و یه سری کاراشو شاید واقعا نکنیم، ولی درون ما این قابلیت رو بدونید که داره. وقتی که نامی خدا میگفتم خب پس من که این کارا رو کردم پس پادشاهی خدا نمیتونم برم، تا زمانی که تعلیم درست و اون چیزی که حالا در کلام خدا نگاه کردم که اصلا اینجا راجع به با مسیحیان صحبت نمی‌کنه. کلمه کنندگان خیلی مهمه اینجا، که در دوباره در اصل یونانیش یعنی معنی که میده یعنی اون پرکتیس دارن انجام میدن، یعنی اینکه عادت و شیوه زندگیه. یعنی اولا داره میگه کسانی که عادت و شیوه زندگیشون اینها هست وارث ملکوت خدا نمیشن. زمانی که ما یک مسیحی رو میبینیم که گناه میکنه و این اعمال رو داره، و خیلی از مسیحی‌ها و خیلی از ما که اینجا هستیم میتونیم همین الان حداقل نصف این موارد رو در این بگیم بله من این کارا رو دیروز کردم مثلا، خب این شخص آیا میره به بهشت یا نمیره؟ چون در نهایت مهمترین چیز برای من و شما اینه که ما آیا وارث ملکوت خدا میشیم یا نمیشیم.
نکته مهم همینجاست که سوال اینه که آیا این مشخصه زندگی شماست، این عمل یا این اعمال؟ آیا عادت زندگی شما، آیا روتین زندگی شماست؟ آیا شیوه زندگی شما اینه که یک در قسمت جنسی شما اینجوری هستی؟ عادتت، شیوته؟ اگه بله، خب شما اصلا مسیحی نیستی، چون شما در روح رفتار نمی کنی. چون اگه روح خدا در شما باشه نمیتونه این عادت زندگی شما باشه، چون روح با جسم در جنگه، این دوتا خاصه در برابر هم می جنگن، روح مانع این میشه. اگه روح نیست، مانع نیست، خب بله عادت و شیوه زندگی شما میشه. پس مشکل شما قبل از این داستان هاست. شما مسیحی و روح رو ندارید، مسیحی نیستید و روح رو ندارید. چون صحبتی که اینجا داره میشه، میگه کنندگان این کارها، نه کسانی که نامرتب اینجا اونجا یا ممکنه این خطایا رو انجام بدن. هیچ انسانی، بهترین انسانی که مسیح هم هستش، نمیتونه بگه من گناه نمی کنم. مسیحان گناه میکنن، مسیحان این اعمال جسم رو دارن، ولی یک مسیحی روح خدا رو هم داره، و اگر روح خدا رو داره، این روح در برابر این جسم داره می جنگه و مانع میشه و نمیتونه شیوه و عادت زندگی اون شخص باشه. پس نمیتونیم به اون شخص بگیم شما کننده این کاری. پس صحبتی که اینجا داره میشه به کسانیه که بله، کسانی هستن که متأسفانه مشخصه زندگیشون هستش، مدام دارن اون رو انجام میدن. چون یک مسیح واقعی دو تا تفاوت داره، یک همونجوری گفتیم مدام و هر روز مشخص زندگیش اینا نیستن، دو روح خدا در اون تأثیر میذاره و تغییرات به وجود میاره. مشخصه فرزندان خدا زندگی در روح خداست. اگه کسی مخالفه با اینه، من یک آیه دیگه بهش میگم. آیه در اول یوحنا هستش، خاطرتون از اول یوحنا دو گفت ای فرزندان من به شما میگویم که گناه نکنید، ولی اگر گناه کردید شفیع داریم نزد پدر، عیسی مسیح که برای ما کفاره شده. یعنی چی؟ میگه پس یعنی گناه میکنید شما، میگه گناه نکنید، بجنگید، روح در شما فعال باشه و این کار اتفاقا بیفته، ولی بدونید که نمیتونید و یک جاهایی ممکنه شما بیفتید و گناه کنید، ولی بدونید که شفیع داریم، شما بخشیده میشی. و در مکاشفه همون یوحنا میگه سری بلند شو، از طریق عیسی مسیح البته، میگه سری بلند شو و توبه کن. در اول قرنتیان فصل 6 میگه آیا نمیدانید که عادل نشده ها، در کلمه اصلیش میگه، اینجا میگه ظالمان، وارث پادشاهی خدا نمیشوند؟ که اونجا یه لیست میگه بی افتان، بت پرستان، زناکاران و و و و. میگه ولی بعضی از شما در گذشته چنین بودید، اما در نام عیسی مسیح خداوند توسط کی؟ روح خدای ما شسته شدید، تقدیس گشته، پارسا شمرده شده اید. میگه یک زمانی شما اینطوری بودید، یعنی کنندگان چنین کارهایی بودید، عادت و شیوه زندگیتون بود. حالا خیلی ممکنه بگن که نه من اون موقع هم نبودن، ولی اون موقع بودید، چون روحش خدا در شما نبوده و شما حالا ممکنه شریعتی یک سری کارهای خوب میخواستید بکنید، ولی برای خدا فرقی نمیکرده. و در اینجا میگه کسانی که عادل نشدن، پس مشخص باشه کسانی که عادل شدن مسیحی هن و اونها در دست روح خدا دارن زندگی میکنن و نگرانی برای اونها نیستش. اینجا صحبتی که داره میشه برای کسان دیگه است. من دو تا آیه دیگه میخونم در این قسمت، بعدش میریم در رابطه میوه‌های روح صحبت میکنیم. در کولوسیان 3:5 میگه خدا به خاطر این کارها خشمگین میشه. نمیدونم خوندین یا نه، میگه خشم خدا بر این آدما میاد. لیستی که اینجا پولس داره به ما میده، داره میگه ببین این کارها کارهای جسمه، این کارها کارهایی که بی خدایان میکنن، کارهایی که روح خدا رو ندارن انجام میدن، این کارها خشمگین میکنه خدا رو. میگه پس شما نکنید اگه فرزندان خدایین. میگه این اعمال جسمه، بکشید اینها رو با روح خدا، چون اینها چیزهایی هستش که خدا رو خوشش نمیاد. و در مکاشفه 21-27 میگه اما هیچ چیز ناپاک و هیچ کس که مرتکب اعمال قبیح و فریبکاری شود به هیچ رو وارد آن، یعنی ملکوت خدا، نمیشود. فقط کسانی که نامشان در دفتر حیات است وارد ملکوت خدا میشود. دوباره همین، مهم اینه که اسم ما در دفتر حیات هست یا نیست. اگه اسم ما در دفتر حیات هستش، ما فرزند خدا هستیم، ما روح خدا رو داریم، روح خدا با جسم ما مبارزه میکنه، مانع میشه و نمیتونه عادت زندگی من و شما بشه. ولی کسی که اسمش در دفتر حیات نیستش، کنندگان چنین کارهایی هستش، عادت شیوه زندگیشه و طبیعتا وارث ملکوت خدا نیستش. فقط این روح خداست که میتونه مانع بشه
که این رفتار، این اعمالی که اینجا خوندیم در ما عادت و شیوه زندگی نشه. میبینید چقدر مهمه که در روح رفتار کنیم، چقدر حیاتیه که یک مسیحی روح رو داشته باشه. و اصلا کسی که روح رو نداشته باشه نمیتونه خوش مسیح خطاب کنه. بریم با هم دیگه، وقت نداریم، من یه سری بپریم این جلتا آیه 22 چون باید تموم کنیم امروز نفته اینجا رو. آیه 22 در مقابل این اعمال جسمانی که در جسمه و خدا رو خوش نمیاد و همه صحبته کردیم، میگه اما زندگی وجود داره که در روحه، که در تایید آیه 18 است 16 هستش. اگه همین بالا رو نگاه کنید آیه 16 میگه اما میگویم به روح رفتار کنید که تمایلات جسم رو به جا نمیآورید. حالا این اعمال جسمانی میوه روح میگه اگه در شما باشه، زندگی روح در شما باشه، دیگه این اعمال در شما نیست. آیه 16 هم همینو گفت. صحبت مهمی که وجود داره، اولین نکته میگه ثمره روح، بعد 9 تا چیزو میگه مفرده و صحبتی که میشه میگه میوه رو، نمیگه میوه های رو. در اصل یونانیش این مفرد استفاده شده در ضد صحبتی که برای جسم شد، جمع بود، گفت این است اعمال جسم. بنگ 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 بنگ، جسم اعمال زیادی تولید میکنه ولی روح یک ثمر داره به نوعی. این مفرد بودنش، بعضیا اومدن میگن که کل میوه محبته چون مفرده، و بقیه این چیزها مثل خوشی، فروتنی، اینا همه میشه گفت زیر شاخه همین محبت هست. یعنی مثلا شما اگر خوشی دارید یعنی محبت در ایمان به خدا، اگر فروتنی دارید یعنی محبت به مثلا محبت در بخشش، همه رو با محبت میبرن جلو. مثل یک خوشه انگوری که انگور یکی ولی حبه‌های مختلفی درش هستش. یک گروه دیگه هم میگن که این مفرد گروهیه، مثل کلمه بذر که ما راجعش صحبت کردیم، یا مثل نسل که ما میگیم نسل مفرده ولی خب در این نسل میتونه مثلا هزاران هزار نفر باشه. برای همین مهم نیستش که حالا چی هست چی نیست، چون واضح نیستش اینجا دقیقاً چیه، میتونه همه این دوتا باشه، ولی مهم اینه که اونچه بدیهیه اینجا اینه که جسم اعمالش مشخصه و روح یا شما داری یا نداریش. اگه داری این میوه ها در زندگی شما باید باشه، محبت و بقیه. ولی چیزی که وجود داره، چند وقت پیشم من یه چیزی توی فیسبوک گذاشتم و یه مقدار جنجال شد، این بود که خیلی‌ها میگن که آقا شما روح خدا رو داشته باشی تمام اینا در زندگی شما هست، و نشون میده که خب نیست. وقتی روح خدا در من هست، استعداد تمام این اتفاقا ثمرات بله در من هست، ولی اینکه آیا دیده میشه یا دیده نمیشه به وظیفه منه که آیا من در اطاعت خدا هستم یا نیستم. اگر شما امروز مسیحی هستید، روح خدا رو دارید و این چیزایی که اینجا میگه، یک محبت، شادی، آرامش، صبر، مهربانی، نیکویی، وفاداری، فروتنی، خویشتنداری در همه شما هست، ولی بعضی از موقع شما در فروتنی خیلی نمود بیشتری داره، در خویشتنداری یه جور دیگه است، این مهم اینه که وظیفه من به چه صورت داره انجام میشه و میوه‌ای که امروز در زندگی من داره نشون داده میشه، نشون میده که چقدر من دارم اطاعت میکنم از این روح. من فکر نمیکنم که ما بتونیم بگیم که کسی که روح رو داره در تمام اینها به کمال رسیده، چون خیلی این صحبت رو کردم با من. من فکر میکنم که بله، کسی که روح رو داره همه اینها رو داره، ولی یکی میتونه ضعیف داشته باشه، یکی میتونه بیشتر داشته باشه، و اون هیچ اشکالی برای روح خدا نیستش. اون منم که چقدر دارم با روح خدا راه میرم، چون خاطرتون از گفتیم باید با روح ما راه بریم، در روح باید رفتار کنیم، روح خدا داره میره، من باید برم دنبالش، و این میشه با روح خدا راه رفتن. اگر من با روح خدا راه برم، موقع همین اتفاق میفته. ما اصلا از همین طریق میتونیم معلمین بد رو بشناسیم. مسیح گفت درخت بد میوه خوب نمیتونه بده، درخت خوب میوه بد نمیتونه بده. از این میوه هاست. ما نمیتونیم بگیم نه من روح خدا رو دارم، همه اینا رو هم دارم، ولی ما باید ببینیم، باید دیده بشه این میوه ها. پس از طریق این دیده شدن میوه هستش که میشه انجام بشه. خیلی قسمت هستش که من دوست دارم در با شما صحبت کنم، ولی یه مقدار وقت داره میره جلو. من فقط این نکته رو بگم، وظیفه ماست ولی قدرت خداست، کار ماست ولی عمل خداست.
یه بار دیگه میگم، وظیفه ماست ولی در عمل این قدرت خداست که در ما داره کار میکنه. کار ماست که ما باید یک سری کارها رو بکنیم، ولی عملاً این عمل خداست در ما. همونجور که پولس گفتش که من نمیدونم من دارم زندگی میکنم یا مسیح داره در من زندگی میکنه. پس برای ما مهمه که این رو در بیابیم که اگر ما در روح داریم زندگی میکنیم، ما نیستیم که داریم زندگی میکنیم، خدا در ما داره زندگی میکنه، ولی عملا انگار ما هم داریم زندگی میکنیم و یک اطاعتیه که ما با قدرت روح خدا داریم انجام میدیم در نهایت. که آیاتی هم هستش که حالا من میگذرم، چون ما باید بدونیم که منبعی که ما ازش داریم میگیریم خداست و منشأ ما خداست. سریع بریم توی میوه ها، سعی کنیم توی 5 دقیقه تموم کنیم این میوه ها رو. اولی میوهی که اینجا راجبه صحبت میشه راجبه محبت یا اون آگاپه، محبت الهی، محبت بی قید و شرط. خوبین؟ آمین. حالتون خوبه؟ فرصت نمیشه جوک من بگم وسط شما مقدار بشاشیم، ولی الان خوبین دیگه. آگاپه محبتیه که خیلی حد بالاییه، محبت خداست، محبت بی قید و شرط، فقط محبت میکنه و خلاصه این شریعت هم همین محبته. این محبتی که اینجا صحبت میشه محبتی نیست که شما مثلا به گربتون دارین، یه احساسی که مثلا من چه احساس خوبی نسبت به این آدم دارم. این محبت یک تصمیمه، یه تصمیم درونی، شما خواسته این تصمیم رو میگیرید که محبت کنید یک شخص رو، و یک محبتی که از درونتون بیرون میاد و یه محبتی که از خودگذشتگی و فروتنی میخواد. که بهترین نمونه یه محبت عیسی مسیحه که خودش رو میاد فروتن میکنه و با از خودگذشتگی که میکنه ما رو روی صلیب محبت میکنه. و در کلام خدا میگه هیچ محبتی بالاتر از این نیست که کسی جونش رو برای کسی دیگری بده. این محبت، ما راجع به این محبت داریم صحبت میکنیم. بگذاریم آیات رو نمیتونیم بخونیم. خوشی که اینجا راجع صحبت میشه دو خوشی آسمانیه، خوشی که در کلمه یونانیش یعنی اون خوشی درونی، اون خوشی که هیچ چیزی نمیتونه اون رو از شما بگیره. یعنی خوشی نیستش لحظه‌ای باشه، که خیلی جالبه که ترجمه شده در خیلی جاها قناعت، یعنی شما خوشحالی چون قانعید. یک صحبت خیلی زیبایی هستش که میگن که شما در رستوران دنیا، دم در رستوران دنیا هستید و میگید قربونت من سیرم، ولی خیلی هم هستن که در این دنیا، در این رستوران دنیا سیرمونی ندارن و همش میخوان از این دنیا بخورم و میگم این جسمت خالیه، پرم نمیشه. ولی کسی قانعه در این دنیا میگه من پرم. از چی پرم؟ از مسیح و روح مسیح پرم. و میگه من قانعم. و این قناعت به یک خوشی میرسونه اون شخص رو که خیلی زیباست. چون پادشاهی خدا هم ما میدونیم در رومیان 14:17 میگه خوردن و نوشیدن نیست، بلکه پارسایی، سلامتی و شادی در روح القدسه. این خوشی اون نوع خوشیه که ما میدونیم که خوشی هستش که امروز متاسفانه در خیلی از مسیحیان نیست. برای همین خیلی از غیر مسیحی‌ها وقتی نگاه میکنن میگن خب اینا که خوشی درشون نیست. سعی کنید خوشی که در شما هست رو یکی از این میوه‌هایی که اینجا داریم میخونیم یا کلن هم یه دونه میوه‌ای که در نظر میخواییم بگیرین، هر جوی دوست دارین، این خوشی در شما باشه، نشون بدین، دیگران ببینن که در سختی ها شما خوشید، در مشکلات شما خوشید، در نداری قانعید پس خوشید. و این شادی و لذت باشه در شما، چون که این خوشی که ما داریم واقعا چیزی که خدا رو در ما نشون میده. سه، آرامش. این آرامش همون آسایش خاطر بی دغدغه بودنه که همه دنبالشن، که از یک اعتماد درونی به دست میاد، از یک ایمان درونی به خدا. چند نفر شما تا حالا دیدید که آرومن، اصلا انگار یه ته دلش به قول پدر بزرگ من قرصه، حالا همه میگن قرصه، ته دلش محکم و قرصه. و این در قدرت خدا، در ایمان به خدا، در این که میدونه به کی ایمان داره قرصه و میدونه که همه چیز براش به خیریته، این یک آرامشی بهش میده و این از روح خدا هستش. بعدی صبر یا اون بردباری که ما میگیم به نوع یعنی زحمت کشیدن،
در یک اتفاقی برای کسای دیگه. بردباری یعنی همین، یعنی ما یک چیزی رو حمل میکنیم با صبر، لانگ سافرینگ بهش میگن، یعنی که من زجر میکشم و صبر میکنم. این نوع این صبر هستش، نه یک صبری که مثلا ما نشستیم دکتر رو میخوایم ببینیم تو ویتینگ روم نشستیم، نه، این چیزی که من دارم اذیت میشم ولی با بردباری دارم تحمل میکنم، این نوع هستش که میگه. و این مثل خداست، این خصوصیت الهیه، این یعنی آهسته بودن برای خشم. خدا امروز با ما بردباره، امروز خدا با دنیا صبوری داره میکنه، از این نوع که در خشمش آهسته است، وگرنه اگه بخواد یکم زود یه سری کارا رو بکنه خیلی ها رو بعد از دنیا محو کنه. خدا اینطوره که داره سازگاری میکنه و مدارا میکنه با ما و انتقام نمیگیره. کسی که بردباره تحمل میکنه، مدارا میکنه با دیگران، و این یه مقدار بیشتر یعنی تو اصلش برای ماهاست، این رفتاری که من و شما با هم داریم، این بردباری برای ماها استفاده شده و خیلی جالبه که عکس العمل نشون نمیدیم. و این صبری که اینجا گفته خصلت بسیار بسیار قدرتمندی اگه در کسی باشه، که فقط و فقط در روح خدا میتونیم داشته باشیم این رو. بعدی مهربانی، مهربانی که خیلی ها فکر میکنن نقطه ضعف، ولی متاسفانه نمیدونن که اتفاقا نقطه قوته، که امروز مهربانی که ما از خدا دریافت کردیم رو بتونیم به دیگران هم نشون بدیم. نیکوکاری، کی نیکوه؟ خدا نیکوست. وفاداری، اون اطمینانیه که ما به خدا داریم، ببخشید یعنی ما در خدا میدونیم. وقتی ما راجع وفاداری صحبت میکنیم، کسی وفاداره که قابل اعتماد باشه. شما به یکی میگید این شخص خیلی وفاداره، یعنی قابل اعتماده. و خیلی خوبه که ما وقتی دوربرم نگاه میکنیم آدمای وفادار ببینیم، چون خیلی کمه امروز، آدم وفادار خیلی کم شده. مطمئنم شما هم با من موافقید که ما در چیز خودمون میگیم با معرفت، با وفا. من با تو نبودم، چشم افتاد به تو، نه تو هم هستی. بعد فروتنی، و فروتنی که اینجا خیلی آفه میگه، حالا خصلت خدایی نیستی، فروتنی چون از نظر حقارت میاد، چون خدا اینجوری نیستش واقعا، یعنی خدا در ذات خودش، این مثلا بحث برانگیز شده بشه براتون، فروتن نیست. خدا خودشو فروتن میکنه در مسیح، ولی خدا خداست و فروتن نیست و حقیر نیست، ولی خصوصیتیه که خصلتی که به ما میخواد بده، یعنی اون سرسپردگی، تعلیم پذیری و اون ملاحظه، یا در فارسی خدا میگیم پایمردی، اونجا داره به این اشاره میکنه. و در نهایت یکی از مهمترین چیزهایی که من فکر میکنم خیلی بین ایرانی ها کمه، خیشتنداری، یعنی کنترل کنیم خودمون رو، جسممون رو، خواسته هامون رو، خیشتندار باشیم و هر چیزی که میخوایم، هر چیزی که جسم ما میخواد رو بهش ندیم. چیزی که من درکت آخری که میخوام بگم اینه که امروز این میوه روح در مسیحا وجود داره، ولی باید در ما دیده بشه. خیلی از ما داریم از دستش میدیم. امروز شاید خیلی هاتون منتظر یک خبری باشید، برای خیلی هاتون ممکنه خبر سیتیزنشیپی باشه. بعد خبر سیتیزنشیپی بهشت رو خیلی هاتون گرفتین، حالا برای زمینیش برای استرالیا. و این خبر رو من دارم و میخوام بگم مثلا این به شما داده شده، ولی شما اینجا نباشید و این خبر رو نگیرید، چه اتفاقی میفته برای شما؟ نمیدونم، هیرو اونادا، نه اونا، اونادا نه اونا، فامیلیه، کسی میشناسه ایشون رو؟ یه سرباز ژاپنیه که در جنگ جهانی دوم، ایشون جنگ که تموم شد خبر رو نشنید، 30 سال موند در جنگ. شنیدین؟ خیلی یادم میگم شنیدین که بعد 30 سال رفتن آورش، گفتن آقا جنگ تموم شده. خیلی از مسیحا اینطوری هن که یعنی اتفاقی که براشون افتاده، اون ثمره‌ای که درشون هستش رو دارن از دست میدن، اون رشدی که میتونن درش بکنن دارن از دست میدن. شما اگه بخواید یک جایی بیاییم و سیر بشید، باید برید اونجا و غذا رو بخورید. اگه بخواید شما رشد کنید، کلیسا برای مثال جایی که شما باید اونجا برید اول، و بعد که تشریف بردید بشنوید از کلام، و بعد که شنیدید اون موقع رشد کنید. شما نمیتونید هیچ کدوم اینا نداشته باشید و سیر بشید.
و روح خدا امروز اگر در شما هست، شما باید اطاعت کنید از این روح خدا، باید در روح خدا و اون هدایتی که دارید میشید برید. و مهمترین چیز اون سرسپردگی هستش که ما نسبت به روح خدا برای این رشد داریم. کسانی که این سرسپردگی رو دارن، کسانی که جایی که روح خدا هدایتشون میکنه میرن، مطمئنن رشد میکنن. و در آخر بسیار بسیار آیه 24 و 26 زیباست که من با این آیات میخونم و به امید خدا تا 20 دقیقه آینده تمام میکنیم. آنان که به مسیح عیسی تعلق دارن نفس را، بعد از اینکه میگه که میوه روح ایناست، میگه آنان که به مسیح عیسی تعلق دارند، مسیحیان، نفس را با همه هوس‌ها و تمایلاتش بر صلیب کشته اند. گذشته استفاده میکنه، کشته اند. اگر به روح زیست میکنید به روح نیز رفتار کنید. اگر ادعا میکنید پس رفتار کنید. آیه 26، خود پسند نباشیم و از به خشم آوردن یکدیگر و حسادت نسبت به هم دست برداریم، که دقیقا داره اشاره که میکنه به آیات قبلی هستش. چیزی که خیلی برای من مهمه به عنوان یک مسیح اینه که من جسمم رو، هوس‌های جسمم رو بکشم، و هیچ وقت نمیتونم این کار رو بکنم مگر اینکه روح خدا رو داشته باشم، مگر اینکه این میوه های روح در من بیرون بیاد. با این آیه تموم میکنیم، رومیان 13:13، بیایید آن گونه رفتار کنیم که شایسته کسانی است که در روشنایی به سر میبرند. پس اوقات خود را در بزم ها، میگساری ها، هرزگی، عیاشی، جدال، حسد سپری نکنیم، بلکه عیسی مسیح خداوند را یا همان روحش را در بر کنید و در پی ارضای امیال نفس نباشیم. آمین. اگه حاضرید با من بگین آمین. آمین. دعا کنیم با هم.